اللهم صل الله علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ما که به دنیا میایم مثلا میگن مبارک بشه حالا ما چه اتفاقی افتاده مثلا اما کسی که عامل هدایت انسان هاست کسی که جان بسیاری رو نجات میده کسی که در مقابل نیروهای شر میسته حقیقتا زندگی او برکت داره زندگیش برکت داره شهادتش برکت داره همه چیش برکت داره سوره مریم وقتی نگاه میکنیم میبینیم خداوند متعال میفرمون سلام و علی خدا سلام میده یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا بعضی‌ها رو زندگیشون همش برکته همش سلامته همش امنیته همش حرمته حرمت هم. از این جهت شهادت و تبریک گفت سید الشهدا رو شما نگاه بکنید بعد از 1400 سال همین امروز ماجرای غزره رو دارید می‌بینید ببینید هر کسی بوی حسین ابن علی داره ایستاده عجیبه هر کسی عطری از ابو عبدالله داره وایستاده. میخواد لبنانی باشه میخواد عراقی باشه میخواد یمنی باشه یک تفاوت رو می‌بینید این قابل کتمان نیست اما برکت یعنی همین برای با تبریک گفت به بنده فرمودن که یک کلیپ از خودتون میخوایم بذاریم میخوایم حول همین صحبت کنید همین الان فرمودن چون ما معمولا اینجوریه که مثلا یه نامه میفرستم میگم با این عنوان لطفا بیاید دانشگاه ما سخنرانی یا مجموع میگیم چشم بعد میرسیم اونجا مثلا رئیس دانشگاه ما دانشگاه میگه آقا اینا رو بگو بعد یه دقیقه 90 داریم میایم بالا این موجی میگه ببین موضوع اینه ها بعد سوالات یه چیز دیگه است کلا خب حالا یه خورده چشم من خودم که سخنرانی کردم نفهمیدم اینجا چی گفتین کلیفه حالا چه برسه بقیه دوستان چشم من راجع به ابعاد شهید سلیمانی صحبت می‌کردم ابعاد شخصیتی ایشون ببینید من معتقدم ما چهار تا انحراف تو انقلاب اسلامی داشتیم خیلی خوب دستبندی شده است یه مربع دیگه میگم وسط مربع میرسید مشروعیت ما مشروع هستیم مشروط بر این چهار تا زل این چهار تا زل رو داری خدا قبولت داره مشروعی و نه نه این بر مشروعیت حد و حصر گذاشتن کار سختی ها همین حاجه اینجا تشریف دارم یه فردا گوشت ما رو حلال اعلام کرد خب اما آنچه که میگم یقینا قابل دفاع است خدمت علما ارزش شده یکی از این از این مربع مقبولیت آقا این همه تو قرآن شما تو مشروعیت و مقبولیت اینا متضاد من کی گفت تو جامعه کفار بله اکثر لا یشغرون اکثر لا یفقهون اکثر الفاسقون نه در مورد یک جامعه فطری و دینی مثل ایران جامعه که همین شهید بزرگوار این قدر مقبولیت و محبوبیت در اون تشریح جنازه تاریخی عجیب غریب در موردشون برگزار میشه این اکثریت که آی ان اکثریت ملاک اکثریت به همان نیست و در جمهوری اسلامی هم بعضاً این صداها شنیده میشه و امام میفرما جمهوری اسلامی نه کلمه کمتر نه کلمه بیشتر از غذا اونا با چیش فکر مشکل داشتن؟ با همین که شما بیای اسلام رو با جمهوریت در یک صفحه قرار بدی یعنی مردم که چیزی نمیفهمن چون تو نگاهشون عوام کل انعامه چه مردم گوسفندن ما میچرونیمشون ما گیم کجا چراگاهشون ما مشخص میکنیم که بخوابن که نخوابن همینشون دست ما هست پراشون چوپونر میگه فلود بزنه که نیاز به مخدر دارن که <applause> ندارن مخدر البته صوتی منظورم همیشه دست ما اما در نگاه پیامبر مردم زخایر طلا و نقره در نگاه امیرالمومنین ستون دینن ای مالک مردم ستون دینن به من بفرمایید آیا جامعه ای که مخاطب امیرالمومنین هستند با جامعه ما قابل مقایسه است امیران اون به اون جامعه ای که من و شما درس عبرت تاریخ اونها دیگه میدونید هر کی میخواد فوش بده یه فوش اول به اونا میده بعد یه سلام علیکم میکنه به با بقیه به اون جامعه حضرت میفهم مردم ستون دینن مالک امامی که نماز رو هم ستون دین میدونن این خاندان در نگاه امام مردم س... مردم میزان رأی ملت است کلیپ اخیرا از امام دیدم عجیب و تا ندیده بودم توی هم کردم اینو امام گفت خطر بزرگتر از سکولاریزم و لایسیته اینه که 500 نفر پیرپاتال بشینن برای مردم تصمیم سیاسی بگیرن و مردم رو سیاست زده کنن و مردم کنار بگذارن این خطر بزرگتر از سکولاریزم است یعنی نقش مردم اینه ما ما در بین کفار زندگی میکنیم که آقا مردم بیچ نخیر در نگاه رهبری ایشون که اصلا یک بیانی دارن که خیلی از این جریان های انقلابی بچه های انقلابی ها این بیان حقیقتا ماله میکشن یعنی دوست ندارم بهش بپردازن چون واقعا چالش برانگیزه سال 96 باید ببینیم امسال خدا دلها را به کدام سمت میچرخاند و مردم به چه کسی رای میدن مین چی؟ یعنی اراده الهی یک ظرف تبلور و تجلی داره اون مردم هن. پس اولین زل شد مقبولیت شما مشروعی به شرطی که مقبول باشی قرآن میفرماد حب به علیکم ایمان در دلهای شما ذاتا ایمان محبوب است و کره علیکم ال الکفر و الفسوق و الاسیان. از کفر و فسوق و اسیان هم ذاتا بدتون میاد ظالمترین حکومت ها باید دادگاه داشته باشن ولو شو اینو باید اجرا کنن مردم ذاتا خدا دوستن مردم ذاتا عدالت دوست دارن حق دوست دارن احسان دوست دارن کرامت میپسندن شجاعت دوست دارن چرا این شهید عزیز اینجوری تو دنیا محبوبه برش هر کسی علم آزاد خواهی برمیداره دنبال ایشون میدوه عکس ایشونو میزنه زل دوم کارآمدی است بالاخره شما اگر یه آدم مشروع و متدینی یعنی باید کارآمد بشی اگه کار از دستت برنمیاد همش گفتار درمانی بکنی میو درد میخوره انتقاد کن در کنار راه دل سوزانه پازل دشمن تکمیل نکن امروز در یه بیمارستان تعطیل بشه یه شهری میریزه به هم در خیلی از نهادهای فرهنگی امروز اگه تعطیل بشه آب از آب تکون نمیخوره آب از آب تکون نمیخوره در یه نوایی تعطیل بشه یه محله میریزه به هم یعنی چی؟ یعنی کار آمده دیگه آقا دو سال تمام تو کرونا خیلی از جاها دراش تخته بود اصلا کلم یکون شیعا مذکورا اصلا انگار وجود نداشتن اینا تا قبلش این خیلی کار آمدی باید داشته باشی درد مردم رو دوا بکنی به یه دردی بخوری زل سوم مبانی و اصوله کسی که مبانیش مشکل داره اصولش مشکل داره ادالت خواهی هم بکنه میشه مثل زوسدیه که برگشت به پیامبر تو جنگ عمرش قانون تقسیم می‌فرما عادل یا رسول الله ادله را رعایت کن ایشون می‌دونن که رهبر خوارج وقتی مبانی نداشته باشه ادله قائل میشه مبانی نداشته باشی مجاهدین خلق اونا به اسم عدالت به اسم دفاع از طبقه کارگر همین ساز اون منافقین چک گرفتن 17 18 هزار نفر قتل عام کردن مبانی نداشته باشی هر آنچه بافتی تنبه است شما خوب رانندگی کن به کدام جهت کمربند تو ببند تمام قوانین راهنمای رانندگی را رعایت بکن قرار بودی بری سمت مشهد داری میری سمت تبریز اصلا به درد نمیخوره و زل چهارم ادالت خواهیه این فاکتور این مقوله محبوب تمام انسان های روی زمین ما وقت در ظهور دا داریم صحبت میکنیم شیعه و سنی تواتر دارد میفرمان دنیا پر از ظلم و جور میشه حضرت تشریف میارن پر از قصد و عدلش میکنن عدل محبوب همه است زبانیست که همه میفهم ما با مسیحی هم میتونیم مرفوزه با کافر هم میتونیم ارتباط بگیریم امیر می میفهمید مالک کتاب خوبی است بسم نجوا الله بخونید جالبی داره انصافا بینی بین الله خب مالک مردم یا برادر دینی تو هم یا در خلقت با تو یکسان یعنی طرف انسان خلق شده به ذات کرامت دارد باید برش برنامه داشته باشید باید نقد کنیم خودمون ما چه برنامه داریم برای این همه آدم رو کره زمین تشنه عدالت تشنه عدالت دارید میبینید کافر اومده وسط خیابون داره برای فلسطین کار میکن تو کشورها اینا هزینه زاس شما دیدید چند تا دانشگاه امریکا تحصن برگزار شد تمام رؤسای دانشگاه کشون دادگاه دیروز ایرانی اومده بود از آلمان پیش من بعد اومدید ایران پیکسل چاپ کرد یعنی پیکسلا که روی لباسا میزنن عکس آج بود و پرچم فلسطین بود و نمیدونم چی گفت اینا رو میخوام ببرم آلمان بعد گفتم که من اونجا گیر نمیاد گفت آقا دست شما درد نکنه پدرمون رو در میرم دیگه گفت اینا میارن می 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 تو رو بخش کن ایشون سال 57 50... میگفت این ترمینال ورودی امام داشت داش میومد من داشتم میرفتم آلمان که همون روز من رفتم اصلا هم آدم بگید مثلا نماز خون و این خیر احکامش رو انجام نمیده اما عاشق شهید سلیمان یه دوار من عکس فرستاده ببینم سازمان ملل به گوشی عکس گرفتن یعنی یه گوشی چرا با یه گوشی دیگه عکس گرفتیم یعنی ها کن عکس حاجی رو بردم تو سازمان از این چهار تا زل که تو امان باید داشته باشیم و حاج قاسم چهار تا رو داشت ببینید مقبول بود یا نه از آن بپرسی میگم مقبول ترین سیاست مدار ایران بدونید چی رو آی زریف من خاطر رو در اوج محبوبیت میگفت آقا ایشون با این که با این که کنشگریش کنشگری دیپلماسی نیست کنشگری میدانه تو نظر سنجا از منم مقبول تره در اوج اینکه داشت برجام می پیش می برد و نمیدونم فلان زل دوم کارآمدی یه خاور میانه رو جمع کرده بود یا نه بودن یا نبودنش مسئله هست یا نه زل سوم مبانیش درست بود ولایت مدار بود اصول داشت بالا تمام وصیت آج آقا بود من خاطر یکی از رزمانش داشتم صحبت میگم اسم نمیبرم هی حاضر زندن ایشون هی حاضر در روی کره زمین ها اینجا نه خدمت شما عرض بکنم من نمیدونم همه وسیعتنامه حاضر رو میخونن یا نه خیلی حرف ها یه بالاخره ایشون قلبش بود این عکسی که هست رهبر انقلاب رفتم بر ساندیدن در دانشگاه اشتباه نکنم بعد فرماندهان نظامی ما ایستادن اینطور احترام گوشن این دستش برای نظامیگریش این دستش آورده برای دلش یعنی هم احترام قلبش گذاشته دستش همین فضل چارم رفتارهای دولت خواهانه داشت اون بچه شهید افغانستانی رو میکشید می آورد بود بچه شهید نه یه جلو ببینم ها میرفت لب خط میشست از سبونهشون نهارشون فلان میخورد با مردم درگیر نبود پشت مردم بود مردم پشتش بودن این مبناست این خطه آیا حاج قاسم فلان حاج قاسم به همان باش اینکه همه میتونم بگم چقدر, توی ما، چقدر تو زندگی ما برنامه اون اینکه آقا ما یک فرد کارآمد برای این کشور، برای جامعه برای خانواده باشیم؟ افراد از اینکه مامون رفیقن افتخار کنن، با خیال راحت کاری رو به اون بسپرن برن؟ حالا از شما، پیزشگاه اینا گفتیم یه مثال نقضم بزنیم، در هفتاد میلادی بود فکر می کنم در امریکا به خاطر اون موقع اینا مثل ما دستوری بود اقتصادشون، بخشوی. این ویزیتا رو دستوری اعلام میکرد بعد پزشک شاکی بودن گفتن آقا کم اعلام کرد اعتصاب کردن در نیویورک آمار مرگومیر به طرز چشمگیری کاهش بده کرد بعدا فهمیدن اینو بیشتر دارن میکشن که اومدن ساختار وزارت بهداشتشون رو اصلاح کردن تعارض منافع از بین بردن مثلا میدید در کشورهای اونها وزیر بهداشت پزشک نیست اصلا تا یه میشه گفت نباید باشد ما 16 17 تا کشور دنیا رو بررسی کردیم پیشرفته از نظر نظام و ساختار بهداشت در مشهد روز بررسی کردیم دیدیم که فقط یکیشون پزشک بود خیلی جالب در ایران همه پزشکن تازه مورد داشتیم که وزیر فامیلش پزشکیان هم بوده <applause> ناخداگاه دیگه منافست یه جورای تصمیم می‌گیره خب نبودن ما موجب خوشحالی مردم نشه نبودن اون حس آدمی که کاری آدمی که شهید بزرگوار ما شهید به قولی امار ما قبلا خدمت خانواده محترمشون رسیده بودیم و ایشون خب من قبلتر هم میشناختم چون ما رو دانشگاه خیلی دعوت میکردن بره ایشون از اونه بود یه دانشگاهی رو میریخ به واقعا موثر این معلومه این آدم مثل آب روانه پشت صد دم داری بخار میشه میره اون و میریزه نمیتونه نگهشته میره جای کارو پیدا میکنه اینجا شد تو دانشگاه میمونجا نشد بانه میشه میرم اون طرف میرم تو سوریه میجنگم فرخته فنسر. فارغ شد از این کار سریع اینسال کنی کار جدید رو برو سراغ پروژه جدید مؤمن که رخوت و رکود و خواب و این چیزا نداره که یک جوری کار بکن که بوده نبودت محسوس باشه این مبناس از این چهار تا زلی که گفتم چهار تا انحراف در انقلاب شکل گرفت در جمهوری اسلامی ببخشید تفاوت داره انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی گلدان انقلاب اسلامی کجو کلگی هم کم نداره انقلاب اسلامی نه انصافا خوبه مثلا جمهوری اسلامی قوانین مهاجرتیش دارید میبینید دیگه چه وضعی انقلاب اسلامی از اون افغانستانی ابو حامد بیرون میکشه فاتح بیرون میکشه شهید حسینی بیرون می میکشه فرصت سازه جمهوری اسلامی تو همین گربه هست تو همین نقشه انقلاب اسلامی شاخهاش تو لبنانه تو نیجریه است. امروز که الان دارم باتون صحبت میکنم به خاطر مسئله فلسطین تو کل دنیاست تو دل نیویورکه در جمهوری اسلامی چهار تا انحراف وجود یک ای بیشتر به صورت اگزجره و مبالغ آمیز اقراق آمیز و غیر اصولی و غیر متعادل بیشتر یا فقط مقبولیت براشون شده اصل شد جریان اصلاح طلب این اگه مردم فردا بگن پشتک هم باید بزنیم یا پشتک بزنیم در شما یه مبانی دیم مردم فردا بگن آقا اصلاییم هم جسوزی هم آزاد یه مبانی ما داریم ما. کجا این تخت گازداری میری؟ یه دیگه طرف مثلا مصاحبه هایی انجام دادن و در مشروب خوردن و نمیم دیگه اسم نبریم از زلع دوم که کارآمدی رو فقط مبنا قردن تکنوکرات رو در آمدن اینا گفتن آقا مملکت بسازیم به هر طریق ممکن آقای ده درصدش هم رشوه داده بده جهنم و زرر. آقا شکاف طبقاتی شک میگیره جهنم و ندارین اشکالی, اشکالی نداریم های توسعه است آقا اشرافیت چک میگیره اشکالی نداره آقا مسئولین 90 درصدشون نزدیک دانشگاه شما زندگی میکنن ما بعد وقت بیچاره میام اینجا نمازمو شکسته از اون پایین ما اینا بعد خدمت شده. آقا اشکالی نداره مسئول بعد هوای خوب استشمام کنه وقتش بشه تو اتاقا جکوزی در اومد یادتونه دیگه خبرش شد نه بالاخره مسئول بعد اونجا ماساژش بدن تا بتونه خوبتر خدمت بکنه آپشنال شد دیگه مسئولیت حقوقای نجومی در اومد اون چه و چه و چه که البته من سر حقوقای نجومی نکاتی دارم بند و تفسیری دارم حالا اینجا جاش نیست جریان یعنی تکنوکرات خالص شکل از فقط مبانی و اصول برادره اصول گرا شکل گرفتن برخی از جریان اصول گرا که اینا دیگه فقط مترجم زربین برداشتن و یه دونه میکروسکوپ که در شما ویروس و باکتری زدیت با ولاد فقی پیدا کنه همه هم, هم ز دولت فقیه حتی خودشون فقط با هم دعواشون نشده به خدا شما دم انتخابات ببین چی میشه ببین چند تو میره همه هم زد دولت فقیه هم چه... نمیدونستیم چی جالب ایشون هم زده بودن وقتی با حرفشون میشینه خود آقام هم دولت فقیه من دیدم و مثلا میگم سوادم دو قرون سوادم ندارم اینقدر من اینجا مچ گرفتم مثلا یا شاخص انقلابی از نظر رهبر انقلاب چیست؟ بگو جایزت یه سکه است بسه کوریکودیل نگاهت کرد یا خب مثل جغ نگاه میکنن کوریکودیل چی میگم نه دهنش باز بوده از دل چهارم یک جریان های تند ادالت خواهی و بحاری و اینا شکفت مبانی رو درست نفهمیدن یک جایی دوچار پوپولیزم کردن مردم ها ببین مردم داری با مردم فریبی فرق داره مردم یه زیر خواسته های به حق دارن باید برابرش یه موز حرف اشتباهی دارن میزنن دشمن تونسته یک خواست اشتباهی رو درشون شکل بده اینو باید کمکشون کنی ولو به قیمت این باشد که خودت کنار بروی ببین امیر در حکمیت میخواد مردم رو تربیت کنه عبا عبدالله میخواد مردم رو تربیت کنه امام حسن میخواد مردم تربیت بشه میگه من یه قراردادی می نویسم الان نه چهار سال بعد میفهمن فهمن رو بود اشکالی نداره ولی امام حسن فکر مثلا بلد نبودی که کربلا درست بکنه هم یاره امام حسن که حداقل باش بودن شک نکنید یاراش اگه میموندن از امام حسین بیشتر رو در کربلا بودن شک نکن. باید اول اثبات بشود بنی امیه بیمار است منافق است بعد او عبدالله بتونه خون علم پرچم هدایتش اینجور در دنیا اصلا این پرچم با دست عبدالله آمده بالا اما زمینه هاش همه رو با محسن مشتبا علیه السلام فرام کرده برادر من عزیز من خواهر بزرگوار من این چهار تا نکتهی که گفتم الگوها رو بفت. تو زندگی دینا ممنون مطالعه داشته باش مبانی تو قوی کنی سخنانی گوش کن سوال بپرس کلاس برو کتاب بخون سیره اهل بیت معنوس باش با قرآن معنوس باش پیامبر میفرماد من ما ترکم آنچه از من باقی میماند قرآن اطرت است خدا ما چقدر با قرآن معنوسیم این الان من شما خب همه میدیم کتابی که برمیداریم میخونیم مثلا سر جل... امتحان که سوالش میاد قشنگ میدونیم کدوم صفحه است یه آ این اینجا نوشته شده این گوشه این صفحه این پایین بود ما میخوام یه مطلبی تو کتاب درسیمون پیدا بکنیم بینیم این الله بس... خیلی کم به فهرست رجوع میکنیم چون جای کلیش افسیم حالا پیدا میکنیم یه ده صفحه این دو صفحه این پیداش میکنیم قرآن فقط نیم ساعت تو فهرست دنبال اسم سوره میگرده معلوم نمیخونیم معلوم نمیخونیم معنوس قرآن نو اکبر قضایی بشه یه چیزی بشه یعنی مسافر بیارم زیر رد شو تفکر رو نورانی میکنه خب آدمی که با سیره احلمه داشتنا باشه قرآن بخونه به علما رجوع بکنه به علمای حقیقی سوال بپرسه الان که دیگه نمیخواد بشین مثل حاج مولاده سبزواری مثلا فلان جاز من پاشم برم اونجا والا همه علما سایت دارن کانال دارن بنده گونه خود خودشون سوالش میذارن اونجا سوال بپرس جوابتو میدن و تنبلی هم هست بابا مثلا شنیدیم میگه فلانی فهمید نمیدونم فلان کسک در بغداد کلاس نمیدونم چیزی برگزار بشه از نیشابور برخواست و نمیدونم با یه مرکبی بلند میشد و میرفته تا بغداد نه زبونشون رو بلده نه فرهنگونه این چه شرایطی بوده خدا وکیلی علامه امینی برای اینکه به نسخه های اصیل دسترسی داشته باشه از نجف میره پاکستان و هوای شرجی پاکستان میشه کتاب رو میخون روزه الان بالا تمام کتاب یک کامپیوتر چهار تا دکمه میزنی برات میره بالا تازه اون یادش نمیدونه کجای کتاب است باید بره بگرده کل کتاب بخونه و یک کلمه رو پیدا کنه نکتر پیدا کنه اینجا کنترل F چهار تا کلمه اینتر این یا خودمونه این تا اینجا عرض بنده ساعتی چک کنیم تخطی نکنیم کوتاه هم راجع به منطقه کمی صحبت بکنم ببینید همینطور که آیه بایدن به تو تلویزیون رو گفتم بایدن به رئیس جمهور شیلی گفت در دو سال آینده اتفاقاتی در دنیا میفته که سرنوشت یک قرن کره زمین مشخص میشه کی اون بالاست کی پایینه کی وسطه چی مشخص میکنه دو سال پیش رو بند قبل این مکرر عرض کردم حالا به اونا میتون رجوع بفرمایید وقتی امروز جنایاتی که رژیم سرمیسته در فلسطین داره انجام میده قدم به قدم داره حقانیت جمهوری اسلامی رو اثبات میکنه که حالا فهمیدیم ما با کی دشمن بودیم حالا دیدید ما چرا اینو به رسمیت نمیشناسیم حالا دیدید مثلا حیوان که چینا بلا ها که کل انام هم ازل یه بار به چشم خودتون ببینید این همون اسرائیله و هیچ کدومتون جز ما ایرانی ها جورت نداشید این بایستید. هیچ کدومتون هر کدومتون هر جای دنیا دودی دارید از آتیش ماست جز اینه؟ از این انقلاب اگر بخش خارجی سپاه اسمش نیروی قدسه و نامگذاریش مرتبط با مسئله فلسطینه یعنی اینا ادا نیستن آرمان ماست هدف ماست میدونید چرا؟ به چشم ببینید چجوری داعش به شما نشون داد؟ آره عزیزم آدم سرم میبرن به اسارت هم میبرن یعنی راست واقعا نکنه حالا مثلا شیعیان یه خوردین دوزش رو زیاد کردن و یه خورده ها گالی قصه رو بردن بالا نه به چشمه اسلام منهای اهل بیت ازش این میزنیم نو قرآن می‌خونن سر میبرن به چشمه الان نمیگم به چشم ببینید یکی از خریت های سهیونیست در دنیا تشکیل اسرائیل بود اشتباه کردن اینا این چرا؟ چون سهیونیزم رو چگال کردن اساره کردن تجسم بهش بخشیدن شما دیدید میگی ای ده هزار تا بچه کشته عزیزم سالانه ده ها هزار تا بچه دیگه داره میکشه اون تو اونو نمیبینی اونو نمیبینی ده ها هزار زندگی رو داره از همی پاشونه اونو نمی‌بینی بذار فیزیکال بشه بذار مادی بشه بذار عینی بشه تعین پیدا بکنه تو چش بیاد بگه آها دیدی و بله اگر سحیونیست اینجا نمی اومدن جمع نمی شدن شما کجا بودن؟ تا فنلاند و دامارک و نیویورک و این چیزا زندگی می‌کردن پشت رسانه هاشون قایم می شدن. تو بانکاشون نشسته بودن کیو میخواست شما پیدا کنی؟ هفت میلیون الان یهودی تو استرا... تو امریکا دارن زندگی میکنن چی میبینی؟ مردم آنکه چقدر اینا رو میبینن؟ چقدر حضورشون رو حس میکنن؟ با رسانه هاشون با فتنه های اقتصادی و جنگ که کردن گردن مردم دنیا رو نابود کردن اینا نابود به هیچ کس رحم نمی کنم. برید شما ماجره جاناتان پولاردو بخونید اصلا واحد اطلاعاتی لخم اسرائیل اینا چند تا شاخ اطلاعات آمان مال ارتششون مثلا شباک و شیمبت اطلاع داخلیشون موساد اطلاعات خارجیشونه یه دونه داشتن لخم یا لکام اینا که خیلی تلفز میکنن ایه. بعد خدمتون آرز بشم که این فقط جاسوسی علمی و صنعتی میکرد چی شد چه اتفاق افتاد هیچی جاسوسشون اینه جاسوسی از ایالات متحده آمریکا دستگیر شد یعنی <applause> <applause> آمریکایی ها دهنشون باز مونه گفتن نام هم ما هم جاسوسی میکنین بله در جریان جنگ با اعراب برای اینکه آمریکا رو به جنگ با مصر بکشونن با هواپیما ناو یو اس اس لیبرتی آمریکا رو زدن تو دریای مدیترانه اسرائیلیا که بگم مصری ها زدن ده ها نفر کشته شد من خودم با آقای فیلیپ تورنی ارتباط گرفتم از سربازایی که روی عرشه اون نام زنده مونده بود همین تو چند سال پیش زنده بود بنده خدا یه کتاب نوشته بود وات دی آن روز دیدم آمریکا رو میزنه این ببخشید لفظ استفاده کردم چون گفته شده دیگه بزرگتر رو گفتم ما چیز داریم حرامزادگی تجسمی است ببینید به چش ببینید قد راحت بیمارستان میزنه بعد برای اینکه تیزی ما خبر رو بگیره من نبودم هماس بود یه خورده میزه بعدم یارو کنید بیمارستان دیگه را میزنه چال آسانسور نشون میده جا تونل نمیدونم دیدید دید. بابا، دید. با دیگه آمریکا رو به خودشون رحم نکردن دیار فیلم ها و ها شما بیرون چون اون روزی که عملت هفت اکتبر برای اینکه گروگان‌های زیادی دست حماس نباشن ماشینا و موتورها و سچرخا همه رو میزدن با موشک الان کارشناسای نظامی رفتن تو اصلا مواد انفجاری فلسطین این قدرت رو نداره این فولاد اینجوری کج بکنه ببین یه اتفاق بدی در این کشور افتاد جگر هممون رو سوزون هیچ وقت یادمون نمیره هر میاد حالمون بد میشه هاپ خطا بوده عمدی نبوده دنیا رو مثل بم ترکوندن درست یا ای نه اینجا ببین خودشون رو به عمد زدن صدا از هیچ در نمیاد یعنی این دوگانگی این یک بام و هوا واقعا عجیبه اما اینو به زرس قاطع عرض میکنم من با پیشگویی ها اینا میدونم فلان اینا کار ندارم هرچند هم هست این کتاب های خودشون کتاب حضرت الیاس که نزدیکترین نسخهش مال, <applause> نزدیک مال قبل از حضرت مسیحه نزدیکترین نسخهش مال قبل از حضرت مسیح حداقل 600 سال و پایین بر ما فاصله می در آخر زمان اینا در فلسطین حکومت تشکیل میدن در اسنای حکومت ایران ایناست که پرشین ها قیام میکنن انقلاب میکنه ایرانیا. ها میگه 30 40 سال از حکومت اون اصلا بگذره چرا میگه 30 40 سال بهتون میگم میگه اینا قیام میکنن عمرشون به اندازه عمر یک انسانه عمر حکومتشون یه آدم چقدر تا الان 75 6 سالش گذشته یه آدم چقدر عمر میکنه میگه توسط همین پرشن ها دوباره نابود میشن با اینو کار من به عنوان کسی که تحلیل سیاسی میکنه عرض میکنم من مسئله زمین رو دارم میم اسرائیل تموم شد باشید ببینید افتاد دیگه توی سراشیبی غیر قابل بازگشت چون شما باید ادراک سهیونیست از زندگی رو بشناسید شما که اینکه یادبار شهدا میگید عکس شهدا مادر شهید با افتخار میاد تمام سالن براش بلند میشن جانباز ما میاد حرف میزنه الان دیدی سربازشون توی کنیسه دارن حرف میزنن چه داد و بیداد میکنن جیغ و داد رو انداختن شما اونا رو با ما مقایسه نکن رو تریلی شهید جنازه میکنین با افتخار اینا یه جنازه برمیگرده عزا میگیرن میگن فردا همه در رفتن ای واقعا میمیریم برای چی یه اسیر رو با 100 نفر با 200 نفر با 1000 نفر مورد داشتیم با 5000 نفر عوض کرد دیگه برای چی من ترس دارم احرس الناس اینا عریسترین مردم دنیا بر حیات بر زندگی قرآن میفرما هر کدوم دوستان هزار سال عمر کنن شما نمیدونید مرگ برای اینا یعنی چی اینو مقایسه کن با اون رزمنده حماس شهادت طلبانه اینجوری یه شلوار سخت پاش کرده از تانک میره بالا و نوک پاش داد تار موش مجهزه یه جای خالی تو بدنش پیدا نمیکنی این با دمپایی یه کلاش دستش گرفته یه لنگ بسته یمنیه کل مسیر دنیا رو جابجا خیلی جالبه تحلیلش می‌بینی برای یه زندگی دونه او امیرالمومنینی داره اون زندگی. حوسی زیدیه یه امیران مومنی داره و یه امام حسین داره کافی برش هشت سال هاوپه ما آمریکایی اسرائیلی سعودی پاکستانی همه اونجا رو بمباران کرد اون این مروز ایستاده میگه که خب یا امریکا میگه من دیگه چی رو بمباران کنم من نه چی به ترسونم یه <تصفح> هشت سال بمباران کردیم که بیشتر از من کاری نمیتونم انجام بدم اینون در اون درس عبدالله خب من بیشتر از این نمیشم خوشحال شدم تو این جمع حاضر بودم و از خانواده معظم و بزرگ شهدا درخواست دارم ما را از برکت دعای خودشون یه نصیب نگذارن و از خدا متعال هم میخوام که مرگ این چنینی این نصیب همه کنه میگه کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت با زخم نشان سرفرازی نگرفت زین پیش دلاور را کسی چون تو شگفت حیثیت مرگ را به بازی نگرفت باید شهید بشیم مگه نمیمیریم <تصفح> انشاءالله تحجیل فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان سلاتی